شما را نمیبخشه، چون مردم آزرده کردید تا جایی که همه شک کردن و بوی فتنه را احساس کردن. چرا باید مردم به اینجا برسن؟ و اما خوزستان، خوزستان فرزند دلیر ایران، جانباز انقلاب، مرزداری وفادار و مصداق عزت و شرف و غیرت است. همان استانی که امام راحل من فرمودند خوزستان دین خود را به اسلام ادا کرد. برای ما خوزستانی ها بیشتر دولت ها خطرساز بودند تا خاطر ساز. آنها نه تنها مشکلی را مرتفع نساختند، بلکه بر دردهای من نیز افزودند و همکنون نیز گرفتار دولتی بی تدبیر ناامید هستیم که هر دو چشم خود را بر استان بست و بر زخمهای من نمک باشید. روحانی مصداق دقیقی از بی عهدی و بی مسئولیتی نسبت به استان خوزستان است. باید از آن روز بترسد که آه و ناله سوزناک مادران دلشکسته خوزستانی و روستایان خسارت دیده از بحرانها دامنش را خواهد گرفت و محیط زندگیش را همانند محیط زیست خوزستان تباه خواهد نمود. بداند مظلومیت نخل‌های زنده به گور شده خوزستان و عشق عشایر زهد کشیده کابوس زندگیش خواهد شد. آقای به اصطلاح حقوقدان، از بیتوجهیت سیل و گرد و غبار میهمان منازل من شد. بیکاری و رکود شاخص زندگی من شد. بی آبی خشکی قاب تصویر طبیعت خوزستان شد، ولی هیچگاه رنگ و لعاب چهرهت را فراموش نکردی، چون خوزستان برایت معنا نداشت. همان خوزستانی که ایستاد و به وفایش و به عهدش وفا کرد. ما هم به احترام نظام مقدس کشورمان شرافت را مراعات، حرمت را محترم شمردیم. بزرگان من به ما آموختند در گرمای طاقت فرسای بیش از 50 درجه خوزستان به سان فرزندی شجاع از نفت و گاز